با درود به ملت عزیز ایران که در هر جای دنیا هستین عزیزان به این برنامه رو داریم میبینیم. امیدوارم که ایرانی من سربلند و سرافراز باشه، دلتون شاد باشه عزیزان، به سلامتی در وجودتون حکم فرما باشه. امیدوارم که همیشه خوب و شاد و سلامت باشید. هفته دیگه اومدیم به خدمت شما عزیزان، در خانه شما، در خانه قلب های شما عزیزان. امیدواریم که ما رو پذیرا باشید به برنامه‌هایی که میاریم برای آرامش خودمون، برای اینکه بهتر زندگی بکنیم و از کلام خدا بخونیم تا کلام خدا رهنمای زندگی ما باشه. خب بیا برنامه رو با دعای آغاز بکنم بیام خدمتتون. خدای عزیزم، شکرگزار و سپاسگزارم برای این وقتی که به من دادی قدوس. از تو میطلبم ای پدر، به نام پرجلال عیسی مسیح، تمام برنامه تحت هدایت و حمایت تو باشه. افکار و دلم و خداوند تو در دستای خودت بگیر، به حکمت و دانش بده خداوند، به قلب کسایی که گوش میکنن خداوند میشنون این برنامه رو میبینن لمس بکن تا زندگی هاشون عوض بشه خداوند. شکرت میکنم پدر جان، به نام عیسی مسیح، آمین. اوکی عزیزان من، امیدوارم که خوب باشید. خیلی ها میپرسن که چرا دیگه انقلاب حرکتی نداره، ولی ما هر روز میبینیم این جوانای غیور دارن توی ایران دارن این ور اون ور آتیش دارن میزنن، نمیدونم مجسمه ها رو آتیش میزنن، بنرها رو دارن آتیش میزنن، پاره میکنن، صداشون میاد. به هر حال آتیش خاموش نیست عزیزان، قرار نیست که ما الان چهار ماه اندی شده، قرار نیست هر روز ما بیایم بیرون به کشته بدیم. بذار یه ذره تاکتیکا عوض بشه، ما کمتر تلفات بدیم، بریم عقبتر، تلفات ما هر چی کمتر باشه اونا بیشتر عصبی میشن، اونا خسته میشن. انقلاب ما عزیزان خاموش نشده، دل سرد نباشید، چون ایمان دارم که خدا با این بچه ها هست. به این انقلاب، یک انقلاب واقعا فکر کنم نمبر وان در دنیا، که تا الان انقلاب اینجوری نشد که از خانوما شروع بشه و جوانای پسر و دختر بیان با هم در اتحاد یک واقعا یک انقلابی انجام بدن که تمام دنیا رو به وجد بیاره. صد بار گفتم عزیزان من، به اروپا و به آمریکا و به نمیدونم کشورهای دیگر متکی نباشیم، به خودمون متکی باشیم، ایمان داشته باشیم که دست خدا با ماست. چون ببینین رفتن شما مثلا اون روز همه خوشحال شدن، آقا 598 تا 500 نمیدونم خورده ای نماینده همه دست زدن، بله اعلام کردن که چیز سپاه پاسداران تروریست میخونن. خب بابا حرف اونا همه حرفه، در عمل وقتی میخوان پیاده بکنن میگن آقا اون ارگان دولتیه، نمیدونم نمیشه یک ارتش دولتی رو تروریست بخوانی، نمیدونم چیکار بکنی. عزیزان من به اینا گوش نکنید، داخل همه چی رو مشخص میکنه. یک وکالت هم اینجا عزیزان ما گفتم به شاهزاده وکالت بدین، الان شده دو دسته، این با اون دعوا داره، اون اونو فوش میده، اوکی رو بد میگه. عزیزان من واقعا اگه میخواین دموکراسی رو شما تجربه بکنین و در ایران بیارین، از حال باید شما تمرین بکنین. عزیزان من دموکراسی این نیست که به هم فوش بدید، عقاید یکدیگه رو به باد فوش و فنا و این چیزا بگیرین، نه، بلکه بایستی به هم گوش کنید و تبادل نظر بکنیم با هم دیگر، حداقل با هم لطمه نزنین عزیزان من، با هم گفتگو بکنین حداقل. نمیشه که شما همینجوری مثلا میگه آقا وکالت بده، آقا تو میخوای وکالت بدی بدی، نمیخوای نده، فوش دادن دیگه نمیخواد که. یک اینام که الان به شاهزاده دارم میدن، اینام گروهی هستن، 7-8 نفرن، 6 نفر 7 نفرن، یه نفر نیست که
شما الان به وکالت بیرون از ایران من دارم میگم، تو داخل ایران نمیگم، داخل ایران خودشون میدونن. اصلا به خارج وقتی 8 میلیون آدم داریم وکالت میدین که این آقا میره تمام سازمانهای دولتی، نمیدونم با رئیس رؤسا صحبت میکنه، با کنگرسمن ها صحبت میکنه، با سناتور ها صحبت میکنه، میره اروپا این بر. به خاطر این منی که وکالت دارم میدم، من که نمیتونم این کارو بکنم، برم با هر مقام دولتی بشینم صحبت بکنم، نمیتونم. بس وکالت میدم کسی که میتونه، برو آقا صحبت بکن تا گذر از این رژیم. وکالت ندادیم که شاهزاده از الان برو اونجا پادشاه باش، نه، اون در داخل ایران حل میشه. وقتی پای برین رای دادن بشه، شما معلوم میکنین گروه های سیاسی که میان خودشون نماینده میکنن، مشخص میشه آقا کی چی میخواد. دعوا گرفتن نداره که عزیزان من. ما بهتون میگیم آقا کتاب مقدس بخونین، باور بکنین کتاب مقدس یکی از اون کتابایی که دموکراسی رو بهت یاد میده. میگی آقا چرا این حرف میزنی؟ شما نگاه کنی پایه دموکراسی اروپا، امریکا، کشورهایی که مسیحی هستن، پایش کتاب مقدسه، کتاب انجیله که خوندن در به پایه این کتاب دموکراسی آوردن، میشینن با هم گفتمان میکنن، فوش به هم نمیدن، مخالفن هم دیگر، خب مخالف باشن، عقیده هم دیگر رو قبول ندارن، هم دیگر رو با هم بحث میکنن، گفتگو میکنن، دیگه نمیان فوش بدن، فوش خوار مادر بدن، نمیدونم فلان کار بکنن یا بیان اینا رو بکشن هم دیگر رو. نه عزیزان من، دموکراسی رو باید تمرین کنیم. ما از آهل کسی عقیده من قبول نداره، من نباید به فوش بدم به اون. کسی عقیده من قبول نداره، من الان میگم آقا دموکراسی از کتاب مقدس، از کتاب انجیل میاد. زور بهتون نمیگم عزیزان، بریم بخونین. میخواین قبول بکنین، میبینیم واقعا دموکراسی از اینجا اومده یا نه، یا نه بخونین. این که زورکی نیست کسی بخواد به شما زور بگه شمشیر یا نمیدونم تفنگ روی سرتون نذاشتیم که زور آقا اینو قبول بکنین. نه، دموکراسی یعنی همین که من برات اعلام بکنم بخونم، شما گوش بدین قبول نکنید. میخوای قبول بکن، میبینی حقیقت قبول میکنی، حقیقت نیست قبول نمیکنی. دیگه نمیام بهت بگم که آقا اگه تو قبول نکردی حالا من با تفنگ سرتو میبرم. همینجور که حکومتهای اسلامی این کار میکنه، همینجور که اسلام داره این کار میکنه. اسلام هیچ وقت نمیتونه دموکراسی براتون بیاره، چون برای اینکه پایه اساس اون کتاب در کشتار و قتل غارته، چون خود کتاب تو کتاب نوشته. من نمیخوام الان ضد مثلا یک دینی بگم دین منو ببرم بالا، اصلا همچی کاری نمیخوام بکنم عزیزان. من فقط میگم که کتاب مقدس، شما امریکا و اروپا اینا رو میبینین، پایه دموکراسی از کتاب انجیله. من بهتون میگم که بریم بخونین، نمیخوام مثلا اونو بزنم تو سرش مال من بارم. نه، اینقدر عیسی مسیح همه شناختن، وقتی کتابشو بخونن میفهمن که عیسی مسیح کیست و ببین میبینن که عیسی مسیح دموکراسی آورده. به عیسی مسیح خاخاما فوش میدادن، نمیدونم چرت و پرت بهش میگفتن، ولی این با آرامش به اینا تعلیم میداد، محبت میکرد. دموکراسی اینه که بشنوی، اگرم با عقیده تو نخوره، اگرم مثلا خوش نیاد بشنوی، و بعد اگه مخالفی، جایی که مخالفی میگه آقا من مثلا این عقیده، این حرفایی که تو زدی قبول ندارم، اینجوری دموم شد. حالا من وکالت میدم مثلا تو فوش میدی به من، اون که وکالت نمیده اونم به اون فوش میده. یک رژیم همینو میخواد،
میخواد که ما درگیر همدیگر بشیم، دیگه به رژیم کار نداشته باشیم. پس امروز اتفاقا درس ما امروز اینه، بزرگی در چیست؟ ما بزرگی رو در چی میبینیم؟ میخوام از لغای نو از آیه 46 براتون بخونم. واقعا هر کسی به خودش بگه بزرگی رو در چی میبینی؟ در پول، در مقام، در موقعیتت، در تحصیلاتت. حال عیسی مسیح این چی میگه در این رابطه؟ یه ذره بیایم تمرین بکنیم عزیزان. ما بهتون میگیم کتاب مقدس بخونین. شما تمامی آمریکا و اروپا رو نگاه بکنین، چرا دموکراسی دارن؟ برای از خودتون سوال نمیکنین چرا اینا دموکراسی دارن و میتونن در اون با هم جمعن، در یک جمع میتونن با هم گفتگمان کنن، میتونن با هم صحبت بکنن بدون اینکه پرخاش بکنن، بدون اینکه فوش بدن به هم دیگر، مخالف هم دیگر هم ولی میشینن صحبت میکنن. خب معلومه اینا پایه مسیحیته. الان یه نفر برمیگرده میگه چی میگی آقا؟ مسیحیت مگه یادت رفت جنگای صلیبی؟ نمیره تو دیتیلش ببینه جنگای صلیبی به خاطر چی بوده، فقط همونی شنیده یا گوش داده چهار نفر که مخالف بودن، مسیحیت مخالف بودن حرف زدن. نمیره تو دیتیلش ببینه واقعا جنگای صلیبی به خاطر چی بوده. بس همیش اینجوری نگیم، همدیگر محکوم نکنیم، زود عصبی نشیم. بیایم پایه دموکراسی رو از حال بذاریم، خودمون عوض بکنیم تا وقتی رفتیم تو ایران بتونیم در دموکراسی کامل در جمع همدیگر با هم گفتمان بکنیم، صحبت بکنیم، طاقت همدیگر داشته باشیم، حرفای هم مخالف همدیگر بشنویم. علیکی فقط همینجوری قضاوت علیکی نکنیم، علیکی شمشیر ور نداریم بزنیم به گردن کسی، تفنگ ور نداریم به شقیق کسی خالی بکنیم. نکنیم این کار عزیزان من. بهترین موقع برای ما به وجود اومده بعد از 40 اندی سال یاد بگیریم چجوری. ببین الان این بچه های ایران ببین یاد گرفتن در اتحاد با هم باشن، در شعار دادن، در همه چی. اگه مخالفان با هم دیگه تبادل نظر میکنن، یه چیزی رو بهتر میکنن. اینه همدلی. حالا بریم توی لغای نو از آیه 46 ببینیم عیسی مسیح به ما چی میگه، بزرگی در چیست. میگه سپس بین شاگردان عیسی این بحث در گرفت که چه کسی از همه بزرگتر است. شاگردان بین مثلا با عیسی مسیح بودن با هم صحبت داشته، میگردن چی کسی بزرگتره، مثلا میبینی چی کسی بیشتر یاد گرفته، بهتر میتونه صحبت بکنه، کلام عیسی مسیح رو یاد گرفته، بهتر صحبت میکنه، به در چی مقامی هست. ولی عیسی مسیح به اینا میگه، عیسی متوجه افکار ایشان شد. ببینین نیومد پیش عیسی مسیح بگه که آقا بزرگی در چیه، همه داد بزنن. نه، در افکارشون داشتن میگفتن بزرگ کی بزرگتر از همه است، بزرگی در چیست. عیسی مسیح افکارشون رو خون، همینجور که اینجا نوشته عیسی متوجه افکار ایشان شده بود که اینا چی دارن فکر میکنن. سپس بهشون گفت کودکی را نزد خود خوان. یک کودکی بود نزد خودش خواند اون کودک رو. به ایشان فرمود هر که به فکر افراد این چنین کوچک باشد در فکر من بوده است، و هر که در فکر من باشد در فکر خدایی بوده که مرا فرستاده است. میگه هر که به این کودکان یا کسایی که به کمک احتیاج دارن یا در اجتماع شما میتونین کاری انجام بدید. از کلام خدا میگم که کتاب
واقعا کتاب انجیل دموکراسی رو برای ما میاره. وقتی بخونیم یاد میگیریم دموکراسی رو. عیسی مسیح همینو داره میگه. وقتی میگی شما به این بچه ها فکر بکنید، الان مثلا بچه های ما در خوی زلزله اومد، همه در سرما دارن میلرزن، به خیلی ها میخوان کمک بکنن ولی رژیم نمیذاره، عده ای از این پاسداران نمیذارن که برن، میگن پول به ما بده، پول بذاریم تو جیب ما، بدیم به عتبات، به بت ها بدیم. بهتر از این زنده ها هستن که در ایران زندگی میکنن، الان احتیاج دارن، چون تمام افکارشون بت پرستیه. ببین فکر و افکارشون بت پرستیه. عیسی مسیح میگه هر که به فکر افراد این چنین باشد، کوچک باشد، در فکر من بوده است، یعنی من قبول میکنه. وقتی هر که در فکر من باشد، در فکر خدایی بوده که مرا فرستاده است، که این خدایی بوده که مرا فرستاده است، این دموکراسی را آورده، این کلام را آورده، این تعلیمات را آورده که شما بهتر زندگی کردن رو یاد بگیرید. نه پرخاشگر باشید، نه به همدیگر نمیدونم نارو بزنین، لطمه بزنین، همدیگر بکشید، بلکه با هم سازش بکنید. اگه مخالف همدیگرین بشنوید، کمک بکنید به اون کودکان، کمک بکنید که در سرمان، به اون بیوزن، به اون پیرمرد، به اون کسی که وضعش خرابه، به اونا کمک بکنید. خداوند همینو میگه. این پایه دموکراسیه. وقتی شما به یه نفر کمک میکنید، خوبی همدیگر میخواین، خوبی کشورتون میخواین، خوبی خانوادهتون میخواین، خوبی همسایتون میخوای، خوبی یک آدم انسان هم نوعی تو رو میخوای، این پایه دموکراسیه. این یاد گرفتن دموکراسیه. نه هرکس غلدور باشه، بکشه، زرنگ خودش فرض بکنه، سوادش بیشتر باشه، مقامش بیشتر باشه، پول بیشتری داشته باشه، بگه من بزرگتر از همه. این نیست. بس ما تعلیماتی از عیسی مسیح بهتون میدیم که واقعا زندگیتون رو عوض بکنه. عزیزان من، ما به کسی تحمیل نمی کنیم، بلکه بهتون راهنمایی میکنیم، بهتون تعلیم میدیم که بریم بخونید، یاد بگیرید. ما هم در کشور امریکا اومدیم، یا یه نفر در اروپا اومده، یاد گرفته دموکراسی رو، قانونش رو یاد گرفته. چرا ما از ایران اومدیم؟ میخوایم همون افکار پوچ قدیمی خودمون رو بیاریم اینجا، به برای اینکه دموکراسی داره تو امریکا، به مردم امریکا مثلا غالب بکنیم، بگیم نه اینه، ما میگیم همینه. نه عزیزان من، اون هفته بهتون گفتم قانون اینجا داره. وقتی میرم، منی که توی خیابونای کوچیک دارم میرم، استاپ ساین داره، این قانون دموکراسی یاد گرفتم که اونجا بیستم. نباید حتما پلیس باشه، نباید حتما چراغ قرمز باشه به من نشون بده علائمی. نه، یاد گرفتم که باشم، یه ترمز بزنم، این طرف اون طرف نگاه بکنم برم. امروز هم ما میخوایم با هم صحبت بکنیم، هم همینه. باید یاد بگیریم با هم بتونیم صحبت بکنیم، قانون صحبت کردن با هم یاد بگیریم، قانون مخالف ما رو یاد بگیریم، پرخاشگر نباشیم، با همدیگر توهین نکنیم. ما هر روزه باید یاد بگیریم، تا آخر عمر که داریم میمیریم باید یاد بگیریم عزیزان. حتی از یک کودک شاید یاد بگیریم، فرقی نمیکنه. چیزی که خوب باشه آدم یاد میگیره، چیزهای بد و از افکارش میندازه بیرون. قرار نیست یه افکار کنه پوچ در ذهنم بپرورانم یا داشتم همونو غفل بگونم داشته باشم. عیسی مسیح میگه شراب تازه رو در مشک کنه نمیشود ریخت، چون هم مشک پا هم
مشک باره می شود هم شراب از بین می رود. در اون کیسه ای که می ریزن میگه هم اون پاره میشه هم شراب تازه از بین میره. پس من نمیتونم افکار تازه رو در چیزهای تازه رو در مخ من مثلا اگه در قدیم میاندیشم در افکار قدیم میاندیشم بگنجونم، نمیخوره با هم. یه چیز دو تا چهار تاست عزیزان من، باید یاد بگیریم. ملاها رو ولش کنین شما. ملاها الان یه گوشهای مفت گیر آوردن، کشور مفت گیر آوردن، پول مفت گیر آوردن، نشستن روی منبر هر چرندیاتی که از زبونشون میاد بیرون برای مردم دارن میگن. میشینی صحبتاشون رو گوش میدی میبینی یک کلمش برای زندگی هیچ کس بدر نمیخوره، بلکه فقط از بت پرستی و از خرافگری و از چیزهای صحبت میکنن که اصلا واقعا دیگه خودتون بهتر میدونید. میگه بزرگی شما به این بستگی دارد، عیسی مسیح میگه بزرگی شما به این بستگی دارد که تا چه اندازه به فکر دیگران باشید. نمیگه چون تو پول داری چون تو پول داری، چون تو سواد داری، چون تو مقام و جا داری خودتو بزرگتر بدون. نه، میگه بزرگی شما به این بستگی دارد تا چه اندازه به فکر دیگران باشید، به احتیاجات دیگران توجه کنید. بدبخت و بیچاره ای که میبینید کمک کنید. بزرگی در اینه که من هم نوع خودم رو خوشحال بکنم، بهش کمک بکنم، کشور منو بسازم، سازنده باشم در این دنیا، در فکر همسایگان باشم، نه در این فکر همسایگان باشم که پول بدم آقا بجنگ با همسایه دیگر بجنگ، چون اون عقیده من قبول نداره پس به تو پول میدم با اون بجنگ. نه، بس اینی میگم که کتاب مقدس پایه دموکراسیه. ببینین تعلیمات عیسی مسیح رو دارم براتون میخونم عزیزان من، از خودم در نیاوردم، دارم میگم که عیسی مسیح میگه بزرگی شما به این بستگی دارد که تا چه اندازه به فکر دیگران باشید. واقعا کلام خدا زندگی سازه، کلام خدا واقعا تبدیل کننده است و کلام خدا آرامش برات میاره که بتونی با آرامش فکر بکنی و زندگی بکنی. میگه شاگرد او یوحنا گفت استاد ما شخصی را دیدیم، قشنگ گوش بدین عزیزان من، شخصی را دیدیم که بر زبان آوردن نام تو ارواح پلید را از وجود دیوانگان بیرون میکرد. میگه یک شخصی دیدیم که به نام تو، بذار بقیش هم بانم، ما نیز جلوی او را گرفتیم چون او از گروه ما نبود. متوجه شد این چی میگه؟ میگه شخصی رو دیدیم که به نام عیسی مسیح، به نام توی مسیح، ارواح پلید از مردم بیرون می آورد و به مردم آرامش می داد، به نام تو کمک می کرد، به نام تو. ولی ما جلو اونو گرفتیم چون تو گروه ما نیست. آقا من ایرانی هستم یا نه؟ تو گروه تو نیستم ولی مال ایران هستم یا نه؟ آقا این یکی هم که مسیحی نشده ولی این تشخیص داده که به نام عیسی مسیح میتونه ارواح پلید و نهیب بزنه بیاد بیرون، میتونه به نام عیسی مسیح که تعلیمات عیسی مسیح رو شنید کمکشون بکنه. اینو فهمید تو؟ چرا که تو این گروه هستی اینو متوجه نمیشی. تو چرا تعلیمات عیسی مسیح رو متوجه نمیشی که تو همین گروه هستی، با مسیح داری قدم میزنی؟ چرا جلوی اونو میگیری؟ عیسی مسیح بهش جواب میده.
عیسی فرمود کار خوبی نکردید، به شاگردش گفت، چون کسی که به ضد شما نباشد با شماست. وقتی من امروز در گروهی تو نیستم، دارم همون کار شما رو دارم انجام میدم، ولی در گروه شما نیستم، عضو گروه شما نیستم، ولی همون کارهای شما رو دارم انجام میدم، دارم کمک میکنم، پس بر ضد شما نیستم. عیسی مسیح هم همینه فرمود که هر کسی که به نفع ما کار میکنه به ضد ما نیست، حتی اگر در گروه ما نباشه. بس عزیزان من، امروز واقعا اولش بهتون واقعا اینو میگم که برین کتاب انجیلو بخونین، یک بارم شده بخونید. احتیاج دارین که این کلامو بخونید. اگه میخوام پایه دموکراسی رو یاد بگیرید، تعلیمات عیسی مسیح رو بخونین. تمامی امریکا، اروپا، اینا پایش همین کتاب مقدسه. اینا هم از کتاب مقدس پایه دموکراسی رو یاد گرفتن، با همدیگر در برخورد خوب، گفتمان خوب با همدیگر کمک میکنن. پس شما امروز برین کتاب مقدس بخونید، به یاد بگیرید، تمرین بکنید. واقعا امروز احتیاج داریم ما عزیزان، به خاطر نیایم همدیگر رو گیر بدیم، نیایم همدیگر رو توهین بکنیم، فوش بدیم، ناسزا بگیم، همدیگر رو بکشیم، دعوا بگیریم. از اول هم گفت، عیسی مسیح هم گفت، بزرگی به پول و مقام و سواد و موقعیت و نمیدونم زرنگی و این نیست عزیزان من. بزرگی به اونی که خدمتی به بشر بکنم، خدمتی به خانوادم بکنم، خدمتی به کشورم بکنم، خدمت به کسی بکنم که احتیاج داره، امروز واقعا احتیاج داره که کمک بشه. شما الان چرا بعضی نامه رو میبینین کمک میکنم به مردم، میگین در دل مردم جا داره؟ چرا؟ مثلا علی دایی تو ایران داری، میگه من ایران دارم مثال میزنم، میگین علی دایی مثلا در قلب مردم جا داره. چرا؟ برای اینکه کمک میکنه به مردم. یا ایده بسیاری هستن مثال علی دایی، این چون فوتبالیست بود میشناسن، ایده خیلی بسیاری هستن که کمک میکنن. بزرگی در خدمت کردن به مردم است عزیزان، بزرگی در گفتمان، در صلح گفتگو کردن است، بزرگی مفید بودن برای کشورت، برای خانوادت، برای نمیدونم خلقت، برای همسایت هست. بزرگی اینه. عیسی مسیح اینو تعلیم میده، این پایه دموکراسیه. از این واضح تر فکر نکنم. شما کتاب انجیل بخونید، راحت پایه دموکراسی رو یاد میگیرین که چجوری با مردم برخورد بکنین، چجوری به مردم کمک بکنین، چجوری مفید باشین برای کشور خودتون، برای خانواده خودتون، برای دوستان خودتون، برای همکاران خودتون، برای همسایه های خودتون. بس عزیزان من، امروز بیایم یاد بگیریم بزرگی رو در پول و سواد و مقام و نمیدونم در موقعیت ها ندونیم، زرنگی خودمون ندونیم، بلکه در افتادگی، در محبت، در کمک کردن، به خدمت کردن بدونیم بزرگی رو. مرسی که با من بودین عزیزان من. واقعا دوست دارم که ایرانی من یک روز یاد بگیره دموکراسی، یک روز یاد بگیره محبت و نجات پیدا بکنه و واقعا اون آرامشی که میخواد از خدا بگیره و واقعا بتونه در یک کشوری آزاد، یک زندگی خوب، عالی
با شادی دل براش به وجود بیاد. مرسی عزیزان من که با من بودین. دوستتون دارم، واقعا دوستتون دارم. در یوتیوب اگه میرین بزنین رای نجات یا شاپور میرزایی میاد، عزیزان من برید سابسکرایب بکنیم ما رو، بذار بالا بیام مردم بیشتری بتونن این کلام رو بشنون ببینن. یا اگه کمکی میخواین به ما بکنین که بتونیم ما بهتر خدمت بکنیم به مردم، در اون پایین تلویزیون نوشته، پیو باکس ما نوشته، آدرس یوتیوب نوشته، وبسایت هم مال رای نجات دات کامه، مسیر رای نجات دات کام، میتونین برین ببینین تمام برنامه ها درونه. به هر حال دوستتون دارم عزیزان. مرسی که با من بودین تا حال، به گوش دادید. امیدوارم که ایرانی من سربلند و سرافراز باشه. بدرود عزیزان، تا درودی دیگر. مرسی.